سلام به همه دوستای خوبم در آترین من علی رجوی هستم همونطور که میدونید سه روز گذشته یا چهار روز گذشته بود که نرم افزار فتوشاپ نسخه جدیدی رو ارائه کرد فتوشاپ سی سی 2015 ممیز 5 که اولین سوالی که پیش بیاد که چرا 2015 ممیز 5 یا 2015 و من خیلی کنجکاو نشدم که چرا نسخه رو 2016 اعلام نکردن ضمن اینکه دوستای خوبم بدونید که اگر بخوایم از ورژن یک حساب بکنیم این 17 نسخه نرم افزار فوتشاپ هست تا اونجایی که من اطلاع دارم اگه تو اینترنت سرچ کردید و دلیلش رو هم پیدا کردید به حال میتونید به دیگر دوستانتون تونم بگید خیلی حالا اهمیتی نداره مخصوصا بعد از اینکه حالا فوتوشاپ به نوعی روی کلاود هست و شما باید آپدیت بکنید مرتب ویژگی های جدیدی به فوتوشاپ سی سی اضافه شده یا فوتوشاپ سی سی 2015 مایز 5 که من به چند تا از اونها میخوام برسم اولین گزینه ای که راجبش میخوام صحبت بکنم و شاید جالب باشه و برای کسایی که کار ریتاچ میکنن یا روی صورت کار میکنن با پلاگین های مختلفی مثل پورتریچر یا پورتال پروفشنال کار میکنن به نوعی فوتوشاپ اومده خوش نزدیک کرده در منوی فیلتر در زیر مجموعه لیکویفای ما اینجا گزینه داریم یا ابزاری داریم به اسم فیس یا فیس تول یا فیس اویر لیکویفای که اینجا میبینید چهار صورت رو شناسایی کرده این تصویر اما یه نکته جالبی بهتون بگم دوستای خوب من. اونم اینه که خب این چهار تصویر این چهار صورت خیلی نرمال و ساده هستن من کنسل میزنم و میام بیرون تصویر دیگه ای رو به شما نشون میدم اینجا که به حال دیستورت از زاویه بالا گرفته شده میام توی فیلتر میام توی لیکویفای و میبینم که اینجا صورتی توسط نرم افزار شناخته نشده یعنی توسط لیکویفای وقتی روی این کلیک میکنم مینویسه که no faces are detected in this image یعنی لیکویفای یا گزینه فیس نمی نمیتونه در هر پورتری یا در هر زاویه‌ای به ما کمک بکنه شاید نیاز به آپدیت داشته باشه شاید هنوز نیاز هستش که کارهای متفاوتی روی این دستور یا این ابزار انجام بشه که مستلزم زمان هست و زمان میبره برمیگردم روی همون تصویر خودم تصویر اول میام توی فیلتر میام توی لیکویفای چهار گزینه اصلی چشم بینی لب و فرم صورت رو شما میتونید اینجا تقریبا فرض کنید من فیس شماره یک رو میخوام کار بکنم یا فیس شماره دو یا سه یا چهار حتی پنج تا فیس شما کرده من نمیدونم چرا و حال جالب این قسمت رو هم فیس دیتکت کرده و حالا چطوری ما اینجا رو فیس بشناسیم و حالا اینو هستش که میبینید وقتی شما تو یک تصویر تصویر خاص بازش میکنید تو نرم افزار و توی لیکویفای ممکن اتفاقات بیفته ممکنه کسی اون پشت پنهان شده من خبر ندارم و حالا نرم میتونه تشخیص بده شاید ما نمیتونیم اون قسمت رو ببینیم یا اون آدمی که اون پشت قایم شده یا کله قایم کرده تا این آدم اون عروسکی چیزی هست بگذاریم میام روی, روی, این صورت و حال جالب بود خودم هم سورپرایز شدم اگر نخوام از اینجا گزینه ها رو تغییر بدم فرض کنید از آیز یا نوز یا ماوث یا ببینید هر کدوم زیر مجموعه خودشون رو دارم مثلا روی نوز که کلیک کنید نوز هایت ویت رو دارین که میتونید پهنای یا ارتفاع صورت رو کم و زیاد زوم میکنم تا ببینیم که چی کار میکنه برای ما اگه نخوام از اینجا تغییر بدم یعنی دونه دونه گزینه ها رو با عدد تغییر بدم میتونم روی خود هر صورت کلیک بکنم و چشم یا لب یا صورت صورت من رو یا فک من رو شناسایی بکنه و من نسبت به اون تغییر داشته باشم فرض کنید من اینجا چش رو می میکنم بینی رو بلندتر میکنم صورت رو پهنتر میکنم و فک رو میکشم به این شکل یا بینی رو حتی میتونم کوچکتر بکنم یا بزرگتر بکنم یا چشم رو میتونم بکشم از بالا و پایین و به این صورت صورت هم رو داشته باشم میام رو صورت بعدی اینجا لب پایین رو کوچیک میکنم لب بالا هم همینطور کمترش میکنم بینی رو هم کوچیکتر میکنم چشار رو درشتر میکنم و فکم رو هم کمی میکشم صورتم پهن تر یعنی خیلی راحت من میتونم شروع کنم به کار کردن ضمن اینکه شما میتونید از دیگر ابزارهای لیکویفای اینجا استفاده کنید مثلا ابزار بلوت رو بردارین و اینجا چشتون رو درشت در بکنید با بینیتون رو همینطور یا لب رو همینطور یا این چش رو هم به همین شکل یا بیام روی صورت بعدی این کار انجام بدم روی فیس تول اگر نخواستم فرش کنید اینجا اگر نخواستم من از این سلایدر ها استفاده بکنم یا از این پین ها یا این علامت هوشمند یا این گره های هوشمندی که روی صورت ظاهر میشه استفاده بکنم میام روی سلایدر و از اینجا تغییر میدم فرض کنید آی سایز رو اینجا درست میکنم یا کوچیک میکنم ارتفاعش رو از اینجا میتونم تغییر بدم پهناش رو هم تغییر بدم تیلت بکنم به این صورت آی تیلت نوع فرم چشم رو میتونم تغییر بدم و آی دیستنس فاصله بین چشم رو میتونم کم یا زیاد بکنم زیاد بکنم یا کم بکنم یا بینی رو ارتفاعش رو یا پهناش رو تغییر بدم همونطور که میبینین و بیام روی صورت آخر اینجا هم به همین شکل فرض کنید که سایز رو برم بالا همه رو تغییر بدم ببینیم که این دوستای خورما چه شکلی میشه حالا یکی نیست ممکنه بگی که آقای خوشتون میاد یکی با عکس خودتون هم این بکنه یا نه فورهد چین هایت و ارتفاع چونه رو تغییر میدم جا لاین این یه نکته بگم این دوستای خوب این گزینه جا لاین میتونه خیلی از اوقات توی زمانی که شما کار ریتاچین میکنید روی مدل یا پورتریت که خیلی مهمن بتونه به حال به شما کمک بکنه برای اینکه فک خوبی رو برای مدل داشته باشید البته که مدل شما باید فک خوبی داشته باشه نه اینکه شما یک عکس آدمی رو به آدم دیگه تبدیل بکنید ولی میتونید بهینش بکنید یا انهانسش بکنید اوکی میزنم میان بیرون و قبل و بعد رو میتونم با هم ببینم این اتفاقی است که برای تصویر من افتاده قبل بیفور و بعد ها یا همون افتر که توی فوتوشاپ نسخه جدید به نرم افزار فوتوشاپ اضافه شده و امیدوارم که بتوید باش کارهای مختلف بکنید من سعی میکنم که حتما در ام هایی که من ریتاچ هست حتما از این گزینه استفاده بکنم و ببینیم که کجا برای کاربرد